اولش آدم به نظرش میرسه که چیزی نیستش که کاری نداره. یوری چی پیدا کردم؟ یه دونه وزق. شاید هم قورباغه است. به باغ خوش اومدید. من یوسف هستم و این یه قسمت جدید از این هفته در باغه و به طور خاص هم کلن به هرس کردن میپردازیم. از هرس درخت گردو تو این سمت تا هرس سرو اینجا و همینطور هرس درخت انگور و در آخر هم هرس این پسته های نازنینم. این قسمت ما کلا به سه دلیل درخت ها رو هرس میکنیم. یکی به خاطر اینکه میخوایم خشکیاشون رو بگیریم اگه داشته باشن، خشکی داشته باشن. یکی به این خاطر که میخوایم فرمشون بدیم و یکی دیگه هم این که رقابت در واقع نوری رو، رقابت فضا و نور رو به توی درخت از بین ببریم. یعنی اتفاقی نیفته که شاخه های یه درخت برای رسیدن به نور بیشتر و فضای بیشتر با همدیگه رقابت بکنن و همدیگه رو در واقع به نوعی زیر سایه خودشون ببرن. این موضوع در مورد پسته زیاد رخ میده، در مورد گردو زیاد رخ میده، کلا در مورد خیلی از درخت ها رخ میده، ولی درخت هایی که مغز تولید میکنن معمولا این در موردشون بیشتر هست. حتی در مورد سرو هم هست. بیاین مثال جالب بهتون نشون بدم. این اون سروی هست که بهتون نشون دادم، یا بذار این تازه این مثال خوبه نیست، بذار این یکی رو بهتون نشون بدم. این مثال خوبه. ببینین اتفاقی که میفته اینه، این یه دونه درخت سرو بوده که تنه اصلیش اینجاست، اما خوش شده طی یه خوش سالی که تقریبا 10 سال پیش اتفاق افتاد، خیلی از این سروهایی که ما توی این راه داشتیم، توی مسیر داشتیم، از بین رفتن و ما دوباره سروریشون کردیم و یه سریشون دوباره سبز شدن. ولی میبینید وقتی که سبز میشه میزان زیادیش تبدیل میشه به این شاخه های کوچیک کوچیک و اینا خیلی خیلی پر میشن، به قدری متراکم میشه که همین شاخه های خشک، همین برگ های خشکش دوباره تو خودش میریزه و حتی بذراش توی خودش میریزه و از اون وسط بذرا سبز میشن. یعنی توی خود درخت دوباره سبز میشن. مثلا اتفاقی هستش که در مورد درخت های سکویا اتفاق میفته. درخت هایی هستن چند صد ساله که روی برگاشون و روی شاخه هاشون دوباره یه درخت عین خودشون سبز میشه. اینقدر این ریخته ریخته روی شاخه ها انباشت شده و خاک شده، تبدیل شده به خاک برگ و خب یه محیط مناسب شده. ما در مورد سرو همچین چیزی خیلی جواب نمیده، چون باعث میشه که سرو از درون خشک بشه و از بین بره. امکان داره که این لحظه به نظر برسه که درخت از اون حالت خوب و خوشگل خودش میفته، اما واقعیت این هستش که توی اگه این کار براش انجام ندید، صرف امکان داره که توی سالهای بعد کاملا خوش بشه و از بین بره. مهمتر از اونی هستش که پایش و این پایین درخت هم خیلی خیلی دسترسی بهش سخت میشه و دیگه شما نمیتونید تمیزش بکنید و یک معمن خیلی خوب میشه برای رشد سوسکایی که درخت رو از بین میبره. پس بنابراین این خیلی مهم هست که سروار یه مقدار بالا بکشیم، تراکم داخلش رو کم بکنیم و به این صورت هرسش بکنیم و حواسمون هم به این باشه که هرس کردن نباید اون لحظه رو ببینید، بلکه باید یک سال بعدش رو ببینید، یک زمانی در آینده رو ببینید و اون آینده این مدعی هستش که این سرو در شرایط بهتری قرار میگیره، قشنگتر میشه، زیباتر میشه و سلامتتر میشه و مدت زمان بیشتری میمونه. اگر سروتون تو این همچین شرایطی قرار گرفته، یعنی تو شرایطی قرار گرفته که تعداد زیادی شاخه داره، بهتر هستش که این کم بشه. یه چیزی هم در نظر داشته باشین که ما بعضی اوقات یک درخت رو
در طول زمان باید هرسش بکنیم، یعنی یک بار و یک سال نمیشه. شاید هرس کامل این درختای سرو چیز در حدود 3 سال یا 4 سال طول بکشه. بعد ببینید کدوم شاخه قوی تر میتونه بالا بره، قوی تر میتونه رشد بکنه، به همون شاخه فضای بیشتر و نور بیشتر بدیم و این باعث میشه که بهتر بشه و بهتر رشد بکنه. حالا بریم سراغ گردو. این گردو از اون درختایی هستش که اساساً خیلی راحت جوان میشه، یعنی قدرت جوانسازی خودش رو داره و اگر که خوب بهش برسید و به موقع در موقع هرسش بکنید، این درخت تا سالهای سال براتون میمونه. به همه خاطر هستش که درخت های گردو به سنهای خیلی زیاد میرسن. در درجه اول بهترین چیز این هست که خشکی های درخت رو بگیرید. من این کار رو با یه دونه با خود چوب چیز انجام میدم. بگم مثلا بهتون نشونش بدم. یه سه چوبای بلند داریم که ازشون برای گردوزنی استفاده میکنیم. این همون چوبه. این چوب سرش یه دونه از این قلابا میبندیم که با میلگرد درست کردیم. بعد میبندیم میکشیمش بالا و همین که به در واقع چیز بندش بکنید، به شاخه بندش بکنید، عملا قضیه حله و اون چیزو میگیره. شاخه رو بکشیدش پایین در جا این کار براتون انجام میده. مثلا یکی از جاها اینجا بود، اون قسمت بالا اونجا، همین کشیدیمش آوردش پایین و سلام. اما به جز این درخت احتیاج به یه سری کات کردنهای دیگه هم داره. یه قسمت دیگهش اینجا هست. درخت گاهی باعث میشه که خودش تو خودش سایه میاند. همونطور که گفتم یکی از اهداف هرس کردن همین هست که ما باید اون جلوی رقابت روی بر سر نور رو توی درخت از بین ببریم. مثلا اینجاها یا اون یکی شاخه، اون یکی شاخه که اونجا هست، این دوتا رو ما از بین بردیم به خاطر اینکه اینا عملا روی همدیگه سایه میندازن. البته این یکی که مقدار خشکم شده بود و فایده ای نداشت. شما باید در نظر داشته باشید که درخت یه جورایی مثل یه کارخونه میمونه، کارخونه ای که به شما بهش یه سری مواد اولیه میدید، مثل آب، مثل مواد معدنی. او از طریق فتوسنتز اون مواد و معدنی و نور و غیره و غیره و غیره رو تبدیل میکنه به یک مثلا محصولی، مثلا گردو. اوکی، حالا اگر که شما این کارخونه ای که دارید 100 تا ختم داشته باشه، امکان داره که فقط بتونه 100 تا دونه محصول تولید بکنه. خب ولی اگه این 100 تا خط تبدیل بکنیش به 50 تا، بازم اون 100 تا محصول تولید میکنه. میدونی میخوام چی بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم که این که الزاما درخت خیلی پر باشه، پر از شاخه باشه، الزاما به نفع شما نیست. گاهی اوقات باید شاخه ها رو کم کرد تا بتونیم که اتفاقا محصول بیشتری داشته باشیم و بهتر محصول داشته باشیم. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادم این بودش. ما توی اون قسمت اگه دیده ببینیش، یه دونه شاخه بزرگ داشتیم که تا ارتفاع خیلی زیادی هم رفته بود بالا و من اونو حذف کردم. علت حذف اینه، در مورد گردو امکان داره که گردو به ارتفاع خیلی زیاد برسه، مثلا همین شاخه هایی که من اینجا دارم. درسته که این خیلی بالا میره، درسته که اون بالا هم شروع میکنه به محصول دادن و گردو دادن این حرف، اما چند تا مسئله هست. یکی این که الزاماً شما اونجا بهش دسترسی راحت ندارید. دوم این که نیرو و انرژی خیلی زیادی از درخت میگیره تا مواد غذایی رو از این پایین برسونه اون بالا، برای اینکه اون چند تا دونه در واقع گردو رو بتونه پرورش بده. این در شرایطی هست که شما میتونید درختتون رو کوتاه‌تر نگه دارید و اون همون میزان در واقع محصول رو به شما بده، ولی اولا محصولش دم دست شما باشه، دوما انرژی درخت بابت این صرف نشه که مواد غذایی رو بکشونه ببره اون بالا. این موضوع البته امکان پذیر هست در شرایطی که همیشه شما به صورت مداوم درختتون رو هرس بکنید و کوتاه نگه دارید. اگر که تو شرطی هستید مثل این درخت من
که بیشتر شاخه ها رفتن تا اون بالا، اگه بخواید یک باره همشو در واقع هرس بکنید عملا بیچاره میشید، یعنی چون حداقلش این هستش که یک سال امکان داره که هیچ محصولی نداشته باشید. اما اگر که این رو به عنوان یک پلن 3-4 ساله ببینید که در طول 3-4 سال قرار هست این شاخه های خیلی بلند هست بشن و جایگزینشون شاخه های جوانتر و جدید بشه، اون موقع هستش که قضیه خیلی راحت تر میشه. بنابراین امسال مثلا من دو تا شاخه رو حذف کردم، یکی این سمت بود، یکی هم فکرم اون طرف بود. بذاریم ببینم. آره یکم از اینجا گرفتم، یکی از اون قسمت گرفتم، یکی اینجا یکی اینجا. البته یه کار دیگه هم در واقع اینجا اتفاق افتاده، اون که وسط درختم رو من یه ذره باز کردم، این فضایی که اون وسط ایجاد میشه باعث میشه که نور بیشتری برسه و اون رقابت نوریه به مینیموم برسه. معمولا کار هرس درخت گردو یه کار خیلی خیلی زمانبری هست، یعنی همین درخت یه چیز نزدیک 2 روز من روش کار کردم که تونستیم برش به این شرط علاج بشه. یوری چی پیدا کردم؟ یه دونه وزق، شاید هم قورباغه است، نمیدونم، این زیر بود. شاید بازم باشن. خیلی حوصله تکون خوردن نداره. نمیدونم مرده است یا زنده. داداش، داداش عزیز، برادر، آچرا هنوز زنده است. کجا بذاریمش که طوریش نشه؟ یه فکر بارش میکنم. اینو نگاه بکنین، در درجه اول وقتی نگاه میکنید از دور فکر میکنید درخت کاملا سالمه، همه چی اوکیه، همه چی عالیه، همه چی خوبه، ولی کاملا خوش شده و بهش دردی نمیخوره. کلن کار هرس انگور از اون کارهایی هستش که خیلی حوصله میخواد، مخصوصا اگر که انگور تا به حال هرس نکرده باشید، یعنی اون انگوره تا به حال هرس نشده باشه، خیلی خیلی زمان میبره، چون باید مثل یک کارگاه بشینید دونه دونه این چوبا ردیابی بکنید، ببینید کدوم یکی واقعا میده، انگوری در کار هست، شاخه در واقع زنده هست، ادامه میده یا اینکه نه خوش شده از یه جای دیگه مثلا یه شاخه کوچولویی رفته، اون شاخه کوچولو داره ادامه میده. به همین خاطر یه مقدار سخته، مخصوصا اگر که تابال هرس نشده باشه اون درخت انگور، خیلی خیلی در هم تنیده میشه. مثلا حالا هفته های آینده که من شروع میکنم به کار کردن روی در واقع انگورهای جلوی باغ، اون سمت باغ، اونا اونا اون وریا، اونا خیلی وحشتناک
سخته، شاید هر کدوم از درختها چند روز طول بکشه. کلا اینجوری هستش که اگه یه درخت بزرگ باشه هی زمان هرسش طولانی تر. کوچیک‌تر باشه سریع‌تر. البته بعضی اوقات هم باز بستگی داره، شاید یه دونه مثلا گل محمدی یه دفعه ببینید یه روز کامل زمانتون رو میگیره، یه بوشه خیلی عظیم داشته، یه گیاه خیلی عظیم باشه، درختی عظیم باشه. در مورد مخصوصا انگور فرض بکنید که مثل یه جور چی میگن، فرض کنید مثل یه انشاب آب میمونه، اگه زیادی انشابش بکنید کلا همه چی نابود میشه. اما اینجا در مورد این درخت پسته، پسته رو من بر اساس تجربیایی که از تماشای باغ پسته داشتم در واقع هرس کردم. کلیتش اینه که البته اینو بر اساس بهتر هستش خودتون هم در موردش مطالعه بکنید بعد، اما سیستم کاری که من انجام دادم این هست که پستر اگه شاخه‌ای به سمت زمین میره مناسب نیست، یعنی باید که حتما اون قطع بشه، چون فایده ای نداره. اگر که توی ارتفاع بیشتر از 2 متر خورده ای تقریبا قرار بگیره بازم شاخه فایده ای نداره، چون بار نمیده و همه چیز توی تقریبا همین ارتفاع عملا جواب میده، یعنی توی ارتفاعی توی این حد و حدود. و اینکه باید تو در مورد پسته حواستون باشه که کاری بکنید که خیلی خود درخت رو خودشون سایه اندازی نداشته باشن، یعنی شاخه ها رو خودشون سایه اندازی نداشته باشن و همین که درخت مجاور هم رو هم دیگه سایه اندازی نداشته باشن. به همین خاطر شاید یه بخشی از درخت ها رو اصلا مجبور بشید که حذف بکنید. مثلا من توی اینجا این شاخه رو به همین خاطر مجبور شدم حذف بکنم، چون عملا این شاخه میومد و زیر این دوتا شاخه بالا سری قرار میگرفت و خب هیچ فایده ای هم نداشت، پس باید این باید حتما حذف میشون. حجم چوبی که هرس کردیم از درخت گردو مایه ها، البته این بعد از پروسس شدنش، چون یه بخشی از پروسسش هم اینجاست، چوبای خیلی گنده. پس این بیفتر نشون بده ببین چوب با چه زخامتی رو ما هرس کردیم تا اینجا ها. یه چیز جالبش هم این هستش که درخت گردو اینجا به سرعت بر میگردونه، اون سپش میاد بیرون و خودشو به نوعی ایزوله میکنه، اون قسمت و احتیاجی الزاماً به این که از چسب باغبانی استفاده بکنید نداره، اون مثل رنگای قرمز و آبی میمونه، اونا رو میگن چسب باغبانی. اینم حجمی هستش که از درخت پسته زدیم، خیلی زیاد. آقا میزانی که از درخت سرو هرس کردیم اینا هم کمر من مگه خروار اینجا کلا نزدیک 7-8 روزه که ما اینجا داریم هی هرس میکنیم ادامه میدیم. اولش آدم به نظرش میرسه که چیزی نیستش که کاری نداره، ولی بعدش خیلی کار سخت و سخت میشه، مخصوصا در مورد گردو شاید باورتون نشه. نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت فقط و فقط بزنید از این طرفتون نشون بدم که گردو هم بیفته، نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت فقط باید دنبال یه جای مناسب برای بالا رفتن، برای گذاشتن نردبون و اینجور چیزا باشید و شاید ظرف 2-3 دقیقه کاتو انجام میدید و تموم، ولی اون اصل قضیه اون 20 دقیقه هستش. البته من این بار برای این درخت از کمربند ایمنی استفاده نکردم، چون کلش رو با نردبون انجام دادم، اما برای درخت های دوتا درخت عقبی قاعدتا و 100% باید از کمربند ایمنی استفاده بکنم، چون اونها یه مقدار داستانش متفاوته. اما گردو رو بهتون گفتم، انگورم بهتون گفتم، سروم بهتون گفتم، بنابراین بس دیگه. تا یه هفته دیگه بشه،
دوباره. اگر که خوشتون اومد خواهش میکنم که توی کامنت ها برام بنویسید که کدوم یکی رو دوست دارید که به صورت تخصصی در موردش صحبت بکنیم، چه گردو باشه، چه پسته، چه سرو، چه انگور. تا هفته های دیگه و این هفته در باغ های دیگه، شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دم شما گرم، قربونتون، خدافظ.